در نام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما از آن هموطن امیدوار استم صحتمند و سرحال باشین امروز سوم اقرب 1402 هجری شمسی و 25 اکتبر 2023 میلادی هست سوم اقرب یادآور یک روز تلخ برای مردم افغانستان به مشخصا مردم هزاره هست امروز یعنی سوم اقرب مصادف است با سال روز شهادت جمعی زیادی از جوانان هزاره در دشت برچی و در مرکز آموزشی کوسر دانش مهاجمان انتحاری در سوم مقرب سال 1399 بر مرکز آموزشی کوسر دانش در غرب کابل حمله کردند و یک فاجعه بسیار بزرگ را خلق کردند که متاسفانه با هم شاهد گور دست جمعی هزاره در افغانستان بودیم یک نسل کشی واضح را ما در طول همین سالها در افغانستان متاسفانه شاهد بودیم و شاهد هستیم هزارها و شیعیان به دلیل هویت‌های قومی و مذهبیشان متاسفانه به شهادت میرسند در حمله بر مرکزی آموزشی کوسر دانش آمارهایی را که منابع رسمی ثبت کرده 35 شهید و بیش از 50 زخمی هست هرچند که آمارهای مردمی حتی آمار قربانیان را بیشتر از این می‌داند. در هر صورت ما شاهدی افزایش گورهای های دست جمعی در افغانستان هستیم گرهایی که بیشتر تعلق به قوم خاص و پیروان مذهب خاصی دارد هزاره ها هزاره ها در کورس ها در مکاتیب در مراکز دینی و فرهنگی در عروسی ها در مترهای ملی بس در روی سرک در همه جا هدف قرار گرفتن و هدف قرار می گیرن. متاسفانه تا به حالایی که ما شما با هم دیگر صحبت میکنیم در اینجا هیچ گونه تدابیر برای تأمین امنیت مردم هزاره و در افغانستان گرفته نشده است مهاجمان انتحاری در مرکز آموزشی کوثر دانش وقتی که حمله کردن فاجعه خلق شد او صدای آمبولانس ها هنوز هم در گوش های من ترین انداز است مطمئنا خیلی های دیگر هم ای را به خاطر دارد دیروز شمار از خانواده های قربانیان امروز البته در فرانسه کلا شام شده میتونیم بگیم هنوز هم میتونیم بگیم امروز خب در غرب هم سه و مغرب هست امروز تعدادی از خانواده های قربانیان بر سر قبر عزیزانشان رفتن و بیاد آنها قرآن خواندند و گریه کردند و به یاد آنها دعا کردند موضوع در داور این است که وقتی یک جنایت نابخشودنی در حق مردم ما در یک مکان خاص و در یک زمان خاص اتفاق می افتد امو زمان ما شاهد یک احساسات جمعی هستیم اما پس از چند روز فروکش می و این دیگه کاملا به معروف که از یاد مردم می خوب است که در سالیات های این عزیزان کسانی که در شبکه اجتماعی فعال هستند و تندارانی که در رسانه ها کار میکنند یاد از این افراد بکنن از قربانیان بیگناهی که به جرم هزار بودن و به جرم شیعه بودن این پرپر پر شدن در اون زمان اتهام بیشتر به طالبان نسبت داده می شدن این طالبان متهم بودن که عامل قضیه هستن ارگراس جمهوری با نشر اعلامی زمان گفت که حمله بر مرکز آموزشی که سر دانش کار طالبان هست و ما انتخاب سخت می گریم. طالبا مشخصا زبیح و مجاهد در توییتش واقع زمان ادعا کرد که کار ما نیست و ما مرد ملک را نمیکشیم اما داعش یک اعلامی نشر کرد البته بدون از کدام سند رای بکنه و ادعا کرد که این حمله کار اونا بوده و شیعیان را هدف قرار داده است در کل ما در داوری هست که هزارها ها بدلیل هویت قومی و مذهبیشان مورد هدف بوده مورد هدف هست فرق نمیکنه جمهوریت بوده شاهی بوده نظام اماراتی بوده هر چی که بوده در افغانستان اما این نسل کشی هزارها همچنان ادامه داشته است غصب سرزمین ها کوچ های اجباری گروه های دست جمعی را ما با وفور شاهد بودیم و چیزی که مهم است است که هزارها بیشتر به این به این موضوع متاسفانه نگاهی خیلی عمیق و جدی نداشته است ما بیشتر مظلوم نمایی کردیم در حالی که قدرت های خوبی هم داریم متوانای توانایی های خیلی خوبی هم داریم از توانایی های خود استفاده نکردیم بیشتر گفتیم وای و مظلوم هستیم و این ذهنیت رو در, در فکر و ذهن هر نسل م... که بعد از ما متولد میشه در واقع ما پیچکاری میکنیم خوب خواهد بود که کارهای خوب و مثبت هزاره ها آنچه که قدرت هزاره ها را نشان میده بیشتر برجسته شود اگر ما این گونه کشی میشیم با وجود که این گناه هدف هم قرار میگیریم یکی از قدرت های ما ای هست که ما هنوز به پای پا ساده هستیم یکی از یکی از قدرت های هزارها این است که هنوز هم سر بلند می یکی از قدرت های هزارها این است که هنوز هم عاشق علم دانشند اگر دیگر این در مرکز آموزشی هدف قرار می گرفتند دیگر فاتحشان خوانده بود دیگر شاید حتی قید مراکز آموزشی و مکتب را می زدند ولی ما همچنان ادامه دادیم بلکه بیشتر از گذشته و با شوق اشتیاق بیشتر از گذشته خوب خواد بود که در کنار از ای که ما دادخواهی میکنیم برای به شناخته شدن این اصل کوشی هزاره ها بوده های هم در نظر بگیریم به یکی این ذهنیت ای در فکر و ذهن مردم نباید جا بگیره که ما خیلی مظلوم هستیم و اگر دیگر با ما ترحم کرد خوب اگر ترحم نکرد دیگه ما را کشت ما در بدر هستیم این ذهنیت ها باید تغییر بکنه ذهنیت ها باید تغییر بکنه شما مردم قدرتمند بودین شما مردم قدرتمند هستین من چندی پیش یک, یک کلیپ را از یکی از دوستا که در شهر بنکوار کانادا صحبت کرده بود برای شما نشر کردم و اونجا بسیار با صراحت هم آدم اعلان میکنه که هزارها ها به این نه مظلوم است نه ضعیف است بلکه خودشان به این باور خودشان را رسانده که ما این گونه هستیم اگر شما باور داشته باشید شما میتونید حتی کوه را چپا کنید و خود باور داشته باشین انسجام پیدا داشته باشیم موضوع دیگه که شاید درست نباشه من اینجا بیان بکنم بسیاری از جوانان هزارک حتی تحصیلات عالی داره ما از نگاه علمی و تحصیل اگه به نگاه بکنم شاید خاک پایشان هم نباشم اما متاسفانه خودزنی های بسیار جدی داریم تحت نام افشاگری تحت نام این که باید حقیقت را بیان بکنیم خودزنی های بسیار بده داریم ما متاسفانه نفاق ها را بین خود بیشتر میکنیم اینی نکته ای هست که هزارها باید اصلاح بکنه بزرگترین ضعف هزارها اینیمی هست نه ای که شما کشته میشون اگر کشته میشون دلالش هم بی اتفاقی ما هست وقتی بی اتفاق بودیم در امر دفاع هم نمیتونیم موثر واقع شیم اگر شما با هم اتحاد نداشته باشین نمیتونید از خود دفاع بکنید یک قدرت حساب نمیشین هیچ کس در شما حساب نمیکنه پس به اتفاقی رو باید کنار بگذاریم یک موضوع نقد هست که نقد باید شود هر کسی در گذشته اشتباه کرده اشتباهش باید به صورت منطقی و درست و اصولی بیان شود یک نفر مثلا امروز می از یک کسی که از یک فرد هزاره خودش که در رأس بوده یا رهبر بوده یا وزیر بوده یا وکیل بوده هر که بوده بخواد انتقاد بکنه نمیخواد یک انتقادش سازنده باشه به جای اینکه یک پیشنهاد راه حل داشته باشه حتی تحصیل کرده های متاسفانه با اقدام می نویسه میخه طرف مقابل را جدا از اینکه اشتباهش بیان بکنه به شدت میکوبه طور میخه کنه که مردم از متنفر کل عامل بدبختی افغانستان و, و مردمی هزار نیمی هست وقتی کی رخم شد امو آدم هم خواست خود چند نفر به قول معروف که مرید داره دیگه پیرو داره علاقه من داره طرفدار داره قوم داره خش داره اونا پس در واکنش از اینا واکنش نشان میده و در نهایت منجر به شد که ما بین هم میزنیم هیچ وقتی این گونه حرف ها را این گونه موضوعات را با شیوه نادرست نباید بیان بکنیم متاسفانه نفاق بیشتر میکنن انتقاد ها باشه نقد های سازنده و پیشنهاد های برای راه حل و هر کسی که در گذشته اشتباهی کرده باید بیان شود و اونا مسئول هستن و را باید پاسخگو بسازیم اما که بخوایم نقد های عقد مندانه داشته باشیم نه تنها که اونا پاسخگو نمیشه بلکه اونا بیشتر در برابر ما شما اسات و حساسیت نشون میده اگر یک نفر دیدن قابل اصلاح نیست وقت میشه منزوی بسازیم ولی ج... تلاش برای باشه که ما یک جریان را خلق بکنیم که کل لگی در مسیر موضوع حرکت بکنیم هدف مندانه خیلی ها در گذشته اشتباه کردن حالا پس ما به امور اشتباهش بروخش بکشیم و یک سر تلاش کنیم که دور اندازیم نادیده بگیریم او ما رو نادیده بگیریم نتیجهش چی میشه کل لگی یک دیگر نادیده میگیریم و این بدبختی ها ادامه خواهد داشت مرکز آموزشی کوثر دانش ازد مرکز آموزشی کاج ازد مکتب ابدارای مشهید ازد مکتب سید الشهدا ازد مسجد های مختلف را زد سالن های عروسی را زد در همه جا کشت و کشت و کشت و کشت و متاسفانه کشت را ادامه دارن تاکیدم بوده که باید به هر نحوی ممکن ما متحد شویم. و یک راه برای متحد شدن انتخاب کردن های با راه حل هست نه انتخاب های اقدامندان از, از کسانی که اشتباه کردن خدا نگهدار